علی مهدی روز شنبه در دومین روز آتش بس 4 روزه به خانه خود در کمپ پناهندگان شاطی در شهر غزه بازگشت. او برای مدت 2 هفته به دلیل جنگ شدید و قطع مکرر شبکه‌های اینترنتی نتوانسته بود با پدرش تماس حاصل کند. وقتی بالاخره به خانه برگشت با جسد پدرش روبرو شد. علی گفت پدر و برادرزاده هم 14 روز پیش شهید شدند. اجسادشان در نزدیک دروازه خانه افتیده بود. برادرانم زخمی شدند. همسایه ما الادغام شهید شد. شهدای دیگری است که نمی‌شناسیم. من پس از 2 روز رنج و عذاب امروز با کمک مرد جوانی توانستم جسد پدرم را در خانه ام دفن کنم. علی میگوید از هیچ نوع امکانات برخوردار نیستند و میافزاید آمبولانس نیست، صلیب سرخ نیست، شبکه های تلفن کار نمی کند، آب و برق نیست، زندگی ما به دوزخ مبدل شده است. علی از بی‌تفاوتی جهان، ویرانی شدید اطرافش و بحران انسانی اظهار ناامیدی می کند و می افزاید تقصیر ما چیست؟ ما نه حماس هستیم و نه فتح. و هیچ وقت در زندگی خود سلاحی در دست نداشته ایم. تقصیر ما چیست؟ شما با حماس نمی جنگید. شما در میان مردم می جنگید. با این حال آتش بس شکننده بین اسرائیل و حماس امروز هم ادامه داشت و گروه حماس 17 گروگان دیگر را آزاد ساخت. این افراد شامل 14 اسرائیلی و اولین امریکایی یک دختر 4 ساله با تابعیت 2 گانه اسرائیلی بود. اسرائیل نیز روز یکشنبه 39 اسیر فلسطینی را آزاد ساخت. این 30مین تبادله اسرا در یک آتش بس 4 روزه است. در عین زمان میانجیگران بین المللی به رهبری امریکا، مصر و قطر در تلاش برای تمدید آتش بس هستند. با گفته وزارت صحت در غزه که تحت حاکمیت حماس قرار دارد، بیش از 13,300 فلسطینی در این جنگ کشته شدند که تقریبا 2/3 حصه آنها زنان و کودکان هستند. این جنگ همچنان بیش از 1,200 اسرائیلی را قربانی گرفت که بیشتر آن غیر نظامی بود که در حمله 7 ماه اکتبر حماس بر اسرائیل کشته شدند.